درباره وظایف زوار محترم هنگام زیارت ما تاکنون توصیه هایی کردیم، اما لازم دانستم بار دیگر یه توصیه کامل به اونها عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله امسال استقبال از مراسم اربعین پرشکوه حسینی از هر سال بیشتر و پرشورتر است. این مراسم نه تنها از نظر عدد شرکت کنندگان در دنیا نظیر ندارد، بلکه از نظر مسائل عاطفی فوق العاده گسترده و ایثارها و فداکاری‌های آن بی نظیر است. برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم تأکید می کنم که زوار عزیز امور زیر را دقیقاً در نظر بگیرند. 1. نظم را در همه حال رعایت کنند که سبب نجات از هر گونه حادثه ناگواری است. 2. رعایت نظافت سبب آبرومندی این مراسم و نجات از انواع بیماری هاست. 3. زوار عزیز وقت نماز را کاملا رعایت کنند، چرا که نماز ستون خیمه دین و شرط قبولی زیارت و همه اعمال است. 4. از ورود در عراق بدون پاسپورت و ویزا جدن بپرهیزند، که این کار شرعاً جایز نیست و برای انجام زیارت مستحب هرچند بسیار مؤکد باشد نمیتوان مرتکب حرام شد. 5. همگی مراقب افراد ناتوان، بیماران، سالمندان، کودکان باشند و از هر گونه کمکی به آنان دریغ نکنند. 6. در اهداف این قیام پرشکوه حسینی زیاد بیندیشند و روح و جان خود را با آن هماهنگ سازند. 7. انشاءالله سعی کنند این مراسم انسان تازه از آنها بسازد و هر گونه خلق و خوی بد و عمل نادرست را از خود دور سازند و با آب توبه روح و جان خود را بشویند. 8. از هر گونه اهانت به مقدسات دیگران پرهیز کنند، به خصوص اینکه گروه‌هایی از مذاهب گوناگون در این مراسم شرکت دارند. 9. زیارت خود را در کنار مرقد نورانی سالار شهیدان طولانی نکنند و جای خود را به سرعت به دیگران بدهند تا در ثواب آنها نیز شریک باشند. 10. برای ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا و نجات همه کشورهای اسلامی از شر اشرار و برای سعادت و سربلندی مسلمین دعا کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قدم قدم علی 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 پای علی اربعین میام سمت. یه بار دیگه بگو قدم مدد